تعداد زنان اروپایی که میخواند کسب و کار خودشون رو راه بندازند رو به افزایشه. با این حال تعداد اونها همچنان نسبت به مردها کمه. در اروپا تنها 1/3 زنان مدیر شرکتی هستند که خودشون تأسیس کردند. تشویق و حمایت از زنان کارآفرین یکی از برنامه‌های کمیسیون اروپا است. تیزیانا پومپی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایتالیا، از زنانی که کسب و کار خودشان را به راه انداختند حمایت می‌کند. او درباره وضعیت زنان کارآفرین در ایتالیا می‌گوید: در حال حاضر فعالیت زنان بازرگان بیشتر بر حوزه‌های نظیر تجارت، گردشگری، کشاورزی و خدمات شخصی متمرکز است. تعداد شرکت‌هایی که زنان مدیریت آن را بر عهده دارند اندک، اما رو به افزایش است. به ویژه با توجه به زنان جوانی که در حوزه دیجیتال و فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری می‌کنند. در ناپل یکی از زنان موفق که توانسته از شرکت تحقیقاتی تأسیس کند گابریلا کلوچی است. او استارتاپی به راه انداخته است که در حوزه زیست فناوری فعالیت می‌کند. کار این شرکت تحقیق روی کاربردهای صنعتی علوم زیست شناسی است. استارتاپ او موسوم به آرترا یکی از 12 شرکتی است که به مرحله نهایی جایزه اتحادیه اروپا برای زنان نوآور راه یافتند. تحقیقاتی که شرکت گابریلا انجام داده به او کمک کرده است تا وارد بازار بزرگ زیست فناوری شود. او میگوید باید الگوی شرکت‌های فراملیتی در بخش زیست فناوری را بشکنیم. در حال حاضر این حوزه به یک فناوری ساده و قابل دسترس برای همه تبدیل شده است. در واقع اگر تحقیقاتی را که در زمینه زیست فناوری در مراکز علمی و دانشگاهی انجام می شود با تحقیقات بخش تحقیق و توسعه در شرکت‌های تجاری و استارتاپ‌ها ترکیب کنیم، شاهد نتایج فوق‌العاده‌ای خواهیم بود که برای نوآوری در فرایند تولید محصول و ایجاد فرصت‌های جدید مناسب است. گابریلا کلوچی می‌گوید به یک نکته باید توجه داشته باشیم. 80% محققان را در اروپا زنان تشکیل می‌دهند. خلاقیت و انگیزه قوی آنها نتایج فوق‌العاده‌ای داشته است. مدیر 22% بنگاه‌های تجاری در ایتالیا زنان هستند. در جوان 2018 3 جایزه 100,000 یورویی، 50,000 یورویی و 30,000 یورویی در دسته زنان مبتکر و 1 جایزه 20,000 یورویی در دسته زنان کارآفرین زیر 30 سال به برندگان اهدا شد.